أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحوط به علمه اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در ماجرایی که الان برای کشور پیش آمده و برای حدود 100 تا کشور دیگه هم پیش آمده، به هر حال از چند زاویه میشه نگاه کرد. یکی که امتحانه، چون قرآن یه آیه داره میگه نبلوکم هم با شر هم با خیر، گاهی خیر برتونن، درآمدت بالا میره، مقام و پست انتخابات رای میاری، گاهی چراغا سبزه، گاهی چراغا خاموش سرخه. فقط تحلیل غلط نکنید. قرآن یه آیه داره گله میکنه که بعضی ها تحلیل غلط میکنن، میگن رب اکرمنه، امسال وضعمون خوب شد، یه بار دیگه سال بعد میگن رب اهاننه، امسال وضعمون بد شد. خدا میگه کلا کلا، یعنی که تو میگی نیست، خدا اکرمنه، رب اهاننه، بلا تو کرمون الیتیم، برگرد به خودت ببین چه کردی. ما پارسال بد دادیم، زکات ندادی، به یتیم کمک نکردی، امسال زد گرفتیم. بعضی وقتا مقصر خودمونیم، مثل آدم که سیگار میکشه تنگیسه نمیگیره، رو حوزش نرده نمیذاره بچهش تو حوز غرق بشه، مراعات رانندگی رو نمیکنه تصادف میکنه، مراعات توصیه های پزشکی نمیکنه بیمار میشه واگیر میکنه. یه سری مقصر خودمونیم، باید از خدا هر جا مقصری مصاحبه کن. گردن کسی هم نمیزنیم، او بود. قرآن میگه جهنمی ها روز قیامت گردن هم میزنن، میگه لولا انتم لکن مؤمن، تقصیر تو بود که من گمراه شدم. اون میگه نخیر، بلم تکون مؤمنین، خودت ایمان نداشته. هی نگم او بود. بشینیم واقعا کجا دولت بود، کجا ملت بود، کجا پولدارا بودن، کجا فقرا بودن. این فعلا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که اگر لیموتورش گیر اومد، از همون لیموتورش لیموناد درست کنیم. تو این تلخی ها شیرینی ها هم هست. من پا تلویزیون این خانم پرستاری که عروسیشو عقب انداخت برای که به بیمارا برسه، خب این خانمو کسی نمیشناخت. تو این حوادث از دورم دادگاه نشون میده که اون دستکش و اون امکاناتی که ای ایام لازمه مثلا احتکار میکنن، تو انبار قایم میکنن. یعنی هم آدمهایی که چقدر پاکن و چقدر شریفن، چقدر عزیزن، هم اینا رو آدم میبینه. هم این مشکلات لابلاش یه خوبیایی هم هست. ما باید حساب کنیم، یک، اگر بدونیم که این مشکلات ما داریم، مشکلات بیشتری دارن افرادی، یعنی مشکلات مال ایران نیه، مال همه هست. این یه مسئله. دو، مشکلات ما رو یاد خدا میندازه. خب به هر حال ایام البیز عده صدها هزار نفر میخواستن معتکف بشن، خب مصلحت نبود معتکف بشن، طور نیست، ولی خدا که هست که تو جنگ احد گفتن پیغمبر کشته شد، در رفتن. یه نفر گفت حال پیغمبر کشته شده، راهش که کشته نشده، دیگه دینش که کشته نشده، خودش کشته شده. برفرض میگه شما فرد فرستید که اگر پیغمبر رفت همه باید برگردید. پیغمبر رفت، اف امات او قتل انقلبتم، پیغمبر اگر از دنیا بره، یا یه آیه برای تشکیلات حکومتیه، یعنی حکومت باید به قدر منسجم باشه که حتی با رفتن رهبرش نپاشه از هم. رهبری مثل پیغمبر کشته شد، برفرض کشته شد، شما نباید از جنگ دست بکشید. این توجه داشته باشیم که هم میشه امتحان باشه، هم دیگران هم مشکلات رو دارن، هم باید گاهی وقتا این مشکلات غرور آدمو کم میکنه، چون افرادی هستن همش میگن من، خدا نمیگه من درس خوندم، من شاگرد اول شدم، من وزن بردار شدم، من فوتبالیست یک شدم، من نمیدونم مخترع مبتکر، من کنکور قبول شدم، مزرعه من، هی من میکنه. یه مرتبه یه وقت ملخ میاد همه میباشم باید منیتش دام بشه. مشکل قارونی بود که بهش گفتن کمک کن به فقرا، خدا به دده گو خدا باشم نده اوتی تو هو علا علم اندی، من خودم یه مغز دارم فوق تخصص اقتصاد عربی هایی که میکنم قرآن علا علم اندی، یعنی یه علمی فرو منه بر اساس اون تخصص پول دار شدم، خدا باشم نده.
خودم این مشکلات انسان را یاد خدا میندازه، دست به دعا برمی‌داره. و افرادی هستن هیچ وقت از خونم بزرگ شما که پاشون رو مسجد نمیذارن، هزارها بار شنیده. یعنی به هر حال مشکلات مثل لیموتورشه، لیموتورش با اینکه ترشه یه برکاتی هم داره. لیموتورش امام سجاد وقتی مریض میشه یه دعایی داره هنگام مرض، میگه خدای نمیدونم بیماری منو به تن نزدیک میکنه یا سلامتی. چون گاهی وقتا بیمارها به خاطر بیماری اهل تزرع میشن. قرآن هم یه آیه داره میگه لعلهم یتزرعون، یا لعلهم یتزرعون، هر دوش هست. یعنی من زیر پا دو داغ کردم که بروی، مثل چوب عود سرش آتش زدم که بوی عطرش بلند بشه، لیمو ترش دادم که بمونه. ولو ممکنه من تو رو لیمو شیرین خلق کنم، اما لیمو شیرین ولو شیرین است آبدار، اما بعد یه دقیقش تلخ میشه. لیمو ترش ولو کوچیک است ترشه، اما سال مدت های طولانی لیمو ترش میمونه. همه رو با یه نگاه نمیشه نگاه کرد. غرور انسان شکسته میشه، افراد خوب و بد از هم شناخته میشن، انسان به فکر ابتکار میفته، خلاقیت من. یعنی اگر ما تو این 8 سال جنگ دفاع مقدس نبود، این همه قوای مسلح ما رشد نمی کرد. این همه اختراع و ابتکار به خاطر 8 سال جنگ بود. ارتش دکوری که رشدی نداره، نمایشی از دکوریه. بنابراین تو این تلخی ها هم رشد هست. علاوه بر این که بالاخره ما نمیدیم بمونیم، همه باید برویم. وقتی باید برویم، حالا یکی یک شنبه میره، یکی دو شنبه میره. خدا کنه انسان ایمانش، میگه که در زیارت امین الله که از بهترین زیارت نمای امام ها هست، اولین جمله شنه اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدا یه آرامش اومده مقدرتو رو قبول کنم، راضیتن علا اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مقدرتو راضی باشم. الان همه زنایی که میخوان مادر بشن راضین به درد زایمان، چون میدونن قانون خدا اینه که هر کی میخواد مادر بشه باید درد زایدن بکشه. ما باید بدونیم دنیا اشرت که دیگه نی، دنیا حتی شاه که میگفتن جاوید شاه، بعد گفتن مرگ بر شاه. یعنی اگر از اون با شاه مصاحبه کنن که آقا جاوید شاه یا مرگ بر شاه، میگه هیچی به هیچی ها ولم کنید، تو رو خدا ولم کنید. یعنی مرگ بر شاه مزه جاوید شاه رو میبره بیرون، اون قله فقرش در رس، قدش بلنده، همتش کوتاست، بیانش روانه فلان. این خانم مثلا توی درس کنکور شکست میخوره، فکر کنه بدبخته. نه خیلی بدبخت نیستی، ممکنه هزار راه دیگه باشه. ولی زو حدیث هم داریم که اگر تاجر در یه رشته شکست خود، نگه بدبختم بس شکست شدم، رشته دعوت کن شاید خوب شدی. ناپلئون میگوید تا انسان چند بار شکست نخوره در جنگ ها پیروز نمیشه. داروین ما دانشمندش میدونیم، دنیای ما، نه من، دانشمندش میدونم، ولی در دو رشته شکست خورد. چون بابای داروین پزشک بود، رشت دنبال دانشکده پزشکی شکست خورد. ضمن اینکه پزشک بود، آخوندم بود، آخوند مسیحی یا کشیش بود، در رشته علوم دینی یعنی حوزه علمیه مسیحیت اونجا هم شکست خورد. در دو رشته شکست خورد، رشتش عوض کرد، رفت علوم طبیعی شد داروین صاحب نظریه. حالا نظریش حق یا باطل کار نداریم، ولی همین که ما فکر کنیم نابغه است، دانشجویی که در دو رشته شکست خورده. یه وقت من یه دختری زشته یا زیبا نیست، فکر کنه بدبخته، و حال که اون دختر ممکنه زشته 90 سال عمر کنه، او خوشگله 35 سالگی بمیره، 50 سالگی بمیره. یه وقت ممکنه یه کسی انسان شکست بخوره، ضربه بخوره، اما اینها یه جای دیگه سر باز میکنه. به هر حال هم راضی باشیم به مقدرات، هم تو تلخیه ها هم رشد. اگر سرما نباشه ابتکارات نبود که این همه وسیله گرما کننده پیدا شه. اگر هوای داغ تابستون نباشه مردم به فکر ساختن کولرگازی نبودن، اگر مرض نباشه به فکر داروسازی نبودن. تمام رشد ما لابلای سختی ها پیدا میشه. بعد از اینها تو خونم که الان نشستم، خونم برکاتی داره. خیلی انسان میتونه تو خونه پلو خانمش، خانم پلو شوهرش، برادر خواهر دورم جمع شدیم، حالا اعتکاف نیست، تو خونه شب نیم ساعت، شبایی که حالا طولانی هم هست، شب نیم ساعت با هم یک کتاب خوبی بخونیم، یکی قرآن بلد نیست، یکی نماز بلد نیست، یکی خیاطی بلد نیست، نمیدونم چیزایی که بلد نیستیم یاد هم دیگه بدیم.
تجربه های همدیگه رو منتقل کنیم. حالا بنده به من گفتن بیرون نرو مثل باقی ترونیا، الان چند روزه تو خونم، ولی این دقیقه که صحبت میکنم برای شما عرض کنیم که شاید تا حالا تو این ایام شاید حدود 50 تا فیلم از من گرفته باشن، فیلم های 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه. خب زبونم که کار میکنه، حالا پشت دوربین تو خونه، دوربین میاد تو خونه. اگر اهل کار باشید کار هست. او زنایی که اهل هنرن از پوست پرتقال هم مربا درست میکنن، او زنای بی ارزه برنج رشت هم میده کوفتش میکنه. آدم اگر صیاد باشه تو هر دریا میتونه ماهی بگیره، چه دریا شور باشه چه شیرین، کرونا باشه یا نباشه، پول باشه یا نباشه، تلویزیون باشه یا نباشه. آدم اگر صیاد باشه قرآن میگه ما یسته بل بحران، دو تا دریا مثل هم نیستن، هازا از بن فرات، عربی هایی که بولم قرآن و هازا ملح و نجات، یه دریا شوره یه دریا شیرین، بری گیر نده شوره یا شیرین. صیادی اگر صیاد بشه تو هر دو ماهی هست، قواسی اگر قواس بشه تو هر دو لؤلؤ و مرجان هست، ناخدای اگر ناخدای باشی تو هر دو دریا میتونی کشیدانی کنی. گیر نده دریا چجوره، گیر ده خودت بیازده یا نه. حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه میگفت امام خمینی هیچ وقت 200 کتاب بیشتر نداشت، با 200 کتاب دنیا رو تکون داد. محسن قرائتی چند هزار جلد کتاب داره، یه مزرعه هم تکون نده. به امام خمینی گفتن ترکیه که از نور خورشید استفاده نکن، اگر نور میخواید لامپ روشن کن. اجازه استفاده از خورشید نداشت امام خمینی، بل تو همون اتاق با نور لامپ یه دو فقه نوشت، تحریر وسیله رو میگن امام اونجا نوشت. یه خود نگاه کنیم خودمونم جوهر داریم یا هی منتظریم درست میکنن. اینقدر از این ایامه که آدم تو خونه نشسته میتونه کار بکنه، میتونه چیزی بنویسه، اگر شاعر شعر بگه، ما یک کتاب مثلا لاقل افرادی هستن روز یک کتاب میخونن، افرادی هستن هفته یک کتاب میخونن. شما تو ایام مثلا یکی دو تا کتاب مفید بخونید و با تلفنی میشه با خیلی ها قهر کرده آشتی کنیم، آقا حالا ما با هم یه خورده حساب هم داریم، حالا فعلا کرونا ممکن خطری برای شما یا من داشته باشه، بیا تو تلفن من از شما عذرخواهی میکنم، تلفنی عذرخواهی کنیم مثلا دیگه، یه چیزی یاد بچه‌ام بده، آقا 2 کیلو شیر بگیر، این ماس بندی رو یاد دخترت بده، دختر فوق لیسانس هم ماس بلد نه، یعنی شیر بلد ماس کنه دیگه، از این سنت راحت تر. خب یه ایام که هست انواع پختنی ها، دوختنی ها، بافتنی ها، خیلی اصلا قرآن رو با میکنن نمیتونه بخونه، خب تو نمیتونه بخونه، ایام خوبیه، یکی بلده بشه معلم، یکی بشه شاگرد، ما میتونیم استفاده کنیم، آشپز باشیم از پوست پرتقال مربا درست کنیم، صیاد باشیم تو دریای شور ماهی در میاریم، قواس باشیم تو دریای شور لؤلؤ و مرجان در میاریم، ناخدا باشیم تو دریای شور کشتیرانی میکنیم، امام خمینی باشیم تو یه اتاق بدون نور خورشید یه دو فقه بنویسیم. یه خورده حساب کنید از ظرفیت ها خیلی بیشتر میشه استفاده کرد، خیلی بیشتر میشه استفاده کرد. خدا انشالله این بلا را از جون همه دور کنه. منم یه دعا میکنم، بنده قابل نیستم ولی پا تلویزیون هستن افرادی که دعا آمین بگن، آمین اینه خدا اداره مستجاب کن. خدا یا تو رو به حق همه انبیا و اوصیا و تو رو به حق پیغمبر اسلام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و اولادهای معصومش با آبروی امام زمان، بلا را از همه امتها دور و بلا را از ایران دور بفرما. به بازماندگان عزیزانی که از دست رفتن صبر جمیل و عزیز جزیل مرحمت کن و همه بیماران را به خصوص این بیماران کرونا را همه شفا بده. خدایا به ما توجه بده که چه نعمتهای دادی و غافل بودیم. راحت تو خیابون را می رفتیم اینو می دیدیم با او دست می دادیم، حرف دیگه حرف می زدیم، الان میگن تکون نخور، مادر دخترش رو نمبوسه، دختر نوش رو نمبوسه، یعنی تا حالا نمیدونیم نگاه کرده نه، مقدر این میلیارد 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 نعمت را ازش استفاده کردیم و غافل بودیم. حالا که میگن تو خونه بشین نفس نکش حرف نزد دست نده، میگیم عجب. من امروز تو فکر میکردم برای یه ذره پوستی که اینجا هست، خدا پشت این انگوشتا یه خود پوست اضافه است، میگفتم اگر پوست اضافه است نبود مثل کف زست بود دستم خم نمیشد، چون خم نمیشد از تمام بشر از همه صنعت میافتید به خاطر یه خورده پوست دست. اینجا زاپاس، ولی اینجا زاپاس نیست، چون دستمون نیاز نداریم از برخم شه، چون نیاز نداریم از برخم بشه، از برخم خم نمیشه، اینجا پوست زاپاس نیست، ولی چون تو هر کاری نیاز داریم از برخم شه، هم از برخم بشه هم اینجا پوست زاپاس است. خدا حکیم است، اشکمون شور قرار داده، چون چشم ما با پیه،
پی با آب نمک باید باشه وگرنه خراب میشه. اشک ما چشم ما با پیه باید تو آب نمک باشه، دهن ما باید تو آب شیرین باشه، گوش ما باید چین و چلوک داشته باشه که وقتی موج بخورد جهت صدا رو تشخیص بده. اگر گوش ما مثل پیشونی صاف بود صدا رو میفهمیدیم، نمیفهمیدیم از کدوم طرفه. این جهت صدا رو چین چینا شروع کن. دنیا پر از اسرار ما خبر نداریم. پاشیم با نمازم رفیق شیم. حیف از با این زبون با هر کس و ناکسی حرف بزنیم. دو دقیقه میخوایم با خدا حرف بزنیم سنگینی. بده این. بده. یه کسی یه باغ انگور بده به شما بگه یه جعبه بده به همسایه بگیم نمیدم. میگن خیلی بخیله. با این زبونی که خدا بهمون داده این همه حرف میزنیم دو رکعت نماز نمیخونیم. با خدا آشتی کنیم، ایوامونو کنار بذاریم، رحم کنیم. اونم که بعدشون خوبه یه گوسفندی بکشن، چون گوسفند رفع بلا میکنه. از خون ریختن. نه که برای خودشون یه گوسفند بکشن بدن به طبقه ضعیف به فقرا، هم کشتن گوسفند هم صدقه دادن. دعا هم که میکنید برای همه مردم دعا کنید. نگید بیمارای ایرانی چه فرق میکنه ایران غیر ایران؟ بالاخره اونا هم یا مسلمانن یا انسان که هستن. که انسان که هستن قرآن گفته بعضی کارا ایمان نمیخواد. اسلام قولوا للناس حسنا، نمیگه قولوا للمؤمنین حسنا. همه که آدم خوب حرف بزنن، نبود نخیر چون این مؤمن نبود من باش بد حرف زدم. نه قولوا للناس حسنا، حرف زدن خوب برای همه خوبه، چه مؤمن چه مسلمان. دعا میکنید ایرانی و غیر ایرانی و زن و مرد و دوست و دشمن و به همه باید دعا کنیم. اللهم اغن کل فقیر. خدایا به آبروی رجب و مولودش امیرالمومنین، به آبروی شعبان و مولودش امام زمان و امام حسین و امام سجاد، به آبروی رمضان و مولودش امام حسن مصطفی، و به آبروی هر کس و چیزی که برای تو مقدس است، این خطر و این بلا را از همه دور بفرما و دل ما را متوجه خودت کن. السلام علیکم و رحمت الله.